یه سری جملات و کارهای روزمره و همیشگی هستن که ما توی فارسی خیلی ازشون استفاده میکنیم حالا هم اینا رو میخوایم توی انگلیسی هم یاد بگیریم خوبیش اینه که وقتی که استفاده میشه توی فارسی ناخداگاه به انگلیسیش هم فکر میکنیم و اینجوری میتونیم کلمات جدید یاد بگیریم جمله سازی یاد بگیریم گرامر یاد بگیریم و کلی جمله و عبارت و اصطلاح پرکاربرد مثلا ناخوناتو بگیر یا مثلا بند کفشت بازه زیپ شلوارت بازه لباستو پشت و رو پوشیدی بریم که با هم شروع بکنیم بچه ها اگر که تا الان سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنیم با من همراه باشین کلی ویدیوهای آموزشی جذاب توی کانالمون هست خب جمله اولا ببین میخوام بگم ناخوناتو کوتاه کن میگم trim your nails nails بچه ها میشه ناخون trim یعنی کوتاه کردن گرفتن trim your nails trim your nails یا اینکه ناخنای دست تو بگیر میگه clip your fingernails fingernails یعنی ناخن‌های دست حالا میگیم clip clip هم همون معنی چیدن رو میده یا کوتاه کردن رو میده همچنین میتونیم بگیم cut مثلا ناخن‌های پاتو بگیر میشه cut your nails یا toenails تو toe میشه انگشت پا و toenails میشه ناخونهای انگشت پا پس میتونیم از کات از کلیپ و همچنین از تریم استفاده کنیم جمله بعد میخوام بگم لطفا تخت و مرتب کن میگم make the bed یا تخت رو مرتب کن میشه make your bed make your bed یا ظرفا رو بشور برای ضعف شست ما میتونیم بگیم wash the dishes میتونیم بگیم do the dishes please do the dishes please do the dishes یا دو the, the laundry یعنی لباس ها رو بشور حالا معمولا اینو منظور اینه که بنداز تو لباس دو do the laundry, یعنی لباس ها رو بنداز لباس و بشور دو the laundry. اگه مثلا منظورمون با دست شستن باشه میتونیم بگیم مثلا wash your clothes لباسات رو بشور اسباب بازیات رو جمع کن اومدی میبینی که پسر پسرت دخترت بچت همه اسباب بازیش رو ریخته وسط خونه میخوای بگی جمع کن یا مثلا کتابا رو ریخته وسط خونه جمع کن آقا اینا بذار سر جاش میگی put away put away یعنی جمع کردن و یه چیزی رو سر جاش گذاشتم میگه put away your toys اسباب بازیاتو بذار سر جاش یا put away your books کتاباتو بذار سر جاش پس put away یعنی یه چیزی رو جمع کنی و بذاری همون جایی که بوده زباله ها رو تفکیک کن بعضی این کار رو میکنم مثلا زباله های خشک با زباله های تر میگم separate the trash separate یعنی جدا کردن separate the trash یا اتاق تو تمیز کن توی انگلیسی میشه clean your bedroom خیلی ساده است میدونم تون بلدین clean your bedroom میتونم مثلا یه پلیز هم بهش اضافه کنم که معدبانه تر clean your bedroom please clean your bedroom please خب بریم برای کفش میخوام بگم می کفشاتو بپوش میگم put on کلن برای لباس لباس پوشیدن ما از put on استفاده میکنیم put on your shoes put on your shoes یعنی کفشاتو بپوش یا بند کفشاتو ببند میشه tighten your shoelaces بچه ها shoelaces یعنی بند کفش حالا tighten یعنی سفت کردن بستن tighten your shoelaces یعنی بند کفشاتو سفت کن بنده شو ببند کفشاتو کفشاتو در بیارم میشه take off your shoes take off your shoes پس take off رو ما برای لباس استفاده میکنیم مثلا کت تو در بیار take off your coat take off your jeans جین شلوار جین تو در بیار لباس بپوش تو انگلیسی میشه get dressed میخوام به یکی بگیم آقا لباساتو بپوش میگیم get dressed پس وقتی میخوام بگیم در بیار میگیم take off take off your clothes take off your clothes لباساتو تا بزن fold up fold up your clothes fold یعنی تا زدن fold up your clothes fold up your t-shirts t-shirt ها تو شسته میخواد بگه که آقا اینا رو تا بزن مرتبش کن میگه fold up your clothes آشغال رو ببر بیرون میشه take out take out یعنی یه چیزی رو برداری ببری بذاری بیرون take out the garbage حالا اینا رو بچه ها میتونید توی روزمره مثلا به جای اینکه فارسی شو بگین انگلیس شو بگین خیلی هم قشنگ همینا تو ذهنتون میمونه و چون همیشه داریم استفاده میکنیم خیلی براتون خوبه یعنی میتونید از این جملات به جای فارسیش استفاده کنی پس take out یعنی بیرون بردن take out the garbage یا میتونی لباسامو اتو کنی ما برای اتو از آیرن استفاده میکنیم آیرن حالا میخوایم درخواست بدیم میتونی میشه لطفا can you iron can you iron my clothes میشه لباسای من رو اوتو کنیم صورتتو خوش کن با هله هله به انگلیسی میشه towel. towel حالا میگم dry your face with a towel dry dry یعنی خوش کردن dry your face with a towel ملحفه ها رو عوض میکنم ملحفه ها رو عوض میکنم I will change the sheets sheet میشه همون ملحفه I will change the sheets یا دارم جارو میکشم I'm vacuuming I'm vacuuming تو بعضی خونه ها آقایون جارو میکشن بعضی وقت هم خانوم پس میگیم I'm vacuuming البته کلا بعضی از این وظایف کارا به عهده آقایونه بعضیش هم به عهده خانوماست لطفا توی کارهای خونه هم با هم همکاری داشته باشین میشه میز رو دستمال بکشی can you wipe off the table ببین wipe یعنی یه چیزی رو روی رو جای بکشی خب wipe off منظورش اینه که هر چیزی که روی میز هست تمیز بشه از بین بره can you wipe off the table can you wipe off the table Uh, میخوام تو انگلیسی بگم در ماژیک بذار ماجیک به انگلیسی میشه مارکر خب حالا در ماژیک رو میگیم کپ کپ میگم put کپ cap back on مارکر یعنی در ماژیکو بذار سر جاش بذار درش put کپ cap آن on مارکر marker uh, پیرانه تو پشت و رو پوشیدی وارونه پوشیدی میگه You're wearing your shirt inside out Inside out یعنی که پشت و رو اینجا مثلا اینجاش پشت و رو بشه دیگه برعکس مثلا من پشت و رو بپوشم این طرف میشه رو این بب... این میره زیر این میشه چی؟ Inside out Inside out جورابات و تابتا پوشیدی میشه You're wearing mismatched socks Mismatched یعنی تابتا اشتباه دوتا جورابی که به هم نمیان mismatched you're wearing mismatched ساکس خب بریم سراغ درل و میخ و پیچ و این چیزا چیزای ابزار با درل چند تا سوراخ بزن اینجا میگم drill, drill a series of a series of holes here سریز یعنی چند تا یه سری با درل اینجا رو چند تا سوراخ بزن drill a series of holes here یا Uh, میخو ها رو بده به من. میخ به انگلیسی میشه nails و پیچ میشه bolts. پس میشه give me the bolts, give me the nails and bolts. میخ nails، پیچ میشه bolts. میشه این پیچ رو سفت کنی؟ سفت کردنو قبلا هم بهتون گفتم. بس برای بنده کفش بود و میگفتیم tighten همونه. میگه can you tighten up this bolt? Can you tighten up this bolt? میشه این پیچ رو صفر کنیم پیچ و مهره ها رو صفر کن چی میشه؟ میشه tighten up bolts and knots bolts میشه پیچ ها knots میشه مهره ها پس tighten up the bolts and knots حالا میخوام بگیم شل کنی شل کردن یه پیچی رو شل بکنی میشه loosen tighten loosen loosen شل کردن پس میشه uh, can you loosen this knot knot میشه گره حالا این پیچ رو شل کن can you loosen this bolt این مهره رو میتونی شل کنی can you loosen this knot this knot پس ببین خیلی راحته کافیه که اون فعل اصلی رو بدونی دیگه جمله ساختن برات راحت میشه پس بولت can you loosen this bolt این پیچ رو شل کن can you loosen this knot این گره رو شل کن پیچ ها شل شدن میخوام به انگلیسی بگم پیچ ها شل شده اند the screws have loosened پیچ ها شل پس loosen اینجا فعلشه که اینجا به صورت present perfect میاد میشه have loosened یعنی شل شده اند باز شده اند انبردست تو انگلیسی میشه پلایرز Give me the pliers انبردست رو بده به من حالا دنباریک میشه چی؟ میشه نیدل نوز پلایرز نیدل نیدل مثل, چیه؟ نیدل دقیقا میشه سوزن دیگه دنباریک هم نوکش تیز دیگه پس شباهتش شبیه در واقع سوزن هست حالا اینجوری تو ذهنت داشته باش نیدل نوز یعنی دماغ سوزنی یعنی امبردهس دماغ سوزنی میشه امب... میشه همون دمباریک جمله بعدی میخوام بگم این تخته رو با میخ بکوبه بکوبش مثلا به دیوار میگم نیل داون دیس بورد نیل رو گفتیم میشه میخ پس با میخ زدن هم میشه نیل یا نیل داون نیل داون دیس بورد این مهره رو شل کن میشه loosen this knot loosen this knot اینا که با هم فکر کنم کار کردیم و حالا میخوام بگم بی زحمت یه تی کف اینجا بکش تی کشیدن میشه mop please mop the floor mop the floor یعنی یه تی بکش لباس رو تا بزن میشه fold your clothes قبلا داشتیم fold your clothes و لباس رو بذار تو کمد برای کمد ما میتونیم از closet توی امریکن از closet استفاده میشه توی بریتیش هم از wardrobe wardrobe یعنی همون کمد پس میشه put the clothes in the closet لباس رو بذار توی کمد کف آشپزخونه رو باید دستمال بکشم I have to scrub the kitchen floor scrub یعنی با دستمال scrub scrub کشیدن رو تو فارسی هم خیلی ازش استفاده میکنیم I have to scrub the kitchen floor حالا اگه مثلا کف اتاق میگی room floor کف اتاق رو یا living room floor کف اتاق نشیمن رو آب دادن به گل ها میشه water the plants پس don't forget to water the plants یادت نره که به گل ها به گیاه ها آب بدی خونه رو گردگیری کن میشه dust dust the house dust the house dust یعنی گردگیری کردن معنی گرد و خاک هم ولی اینجا به عنوان فعل اومده dust the house یا مثلا زمین رو گردگیری کن میشه dust the floor the floor. Uh, لباسا رو رو بند پهن کن. پهن کردن میشه hang up. hang up. پس میتونیم بگیم hang up the clothes یا hang up the laundry. laundry هم میشه اینجا استفاده کرد. بریم سراغ ماشین ظرفشویی و اینا. میگه که ماشین ظرفشویی روشن کن. put the dishwasher on. put on یعنی روشن کردن اینجا put the dishwasher on یعنی دیشواشر رو روشنش کن و ظرفا رو بذار توش حالا ماشین ظرفشویی خالی کن میشه unload unload یعنی خالی کردن unload the dishwasher ماشین رو پر کن میشه load پس ما یه load داریم یعنی بار کردن پر کردن یک unload داریم یعنی خالی کردن و در واقع آره دیگه بارو خالی کردن برای بارم استفاده میشه دوش گرفتن میشه take a shower did you take a shower today امروز دوش گرفتی یا مسواک زدی مسواک زده ای have you brushed your teeth have you brushed your teeth این جملات رو میایم به صورت present perfect میگیم معمولا چون زمان دقیقی که نداره که مثلا میگه که مثلا کی زدی میگه آیا زده ای دندوناتو مسواک زده ای پس اینجا میگیم have you have you brushed your teeth دندوناتو مسواک زدی ماشین شستن که میشه wash the car I have to wash my car باید ماشینمو بشورم میز آشپزخونه رو بچین میز آشپزخونه kitchen table میز چیدن میشه set set the kitchen table set the kitchen table اجاق گاز رو تمیز کن clean the stove stove بچه بچا میشه همون اجاق گاز کلین د stove. اجاق گاز رو تمیز کن یا میتونیم حالت درخواست بگیم Could you please clean the stove همه این جملات رو بچه ها میتونیم به شکل های مختلف با جملات مختلف ترکیب کنیم با کلمات و عبارت های مثل could مثل can مثل may و مثل ویل با فعل های مداله اینجوری و معدبانه ترش کنیم وجو پلیز میشه لطفا ولی ما اینجا فعلا داریم روی همین عبارت هاش کار میکنیم اتاق تو مرتب کن میشه تایدی و روم تایدی یا کلین تایدی کلین دوتاش یک معنی رو میده و دوتاش معنی تمیز کردن و مرتب کردن میده خب بریم برای اتکلان و اتر و این چیزا میگه قبل رفتنت اوتکلون بزن اتکلان به انگلیسی میشه کلون کلون اپلای کلون بیفور گوینگ قبل از رفتن کلون کلون اپلای اپلای یعنی بزنید بزنی دیگه اپلای کلون بیفور گوینگ قبل از رفتن نور بزن چرا موهاتو شونه نکردی why haven't you brush your hair پس brush your hair میشه شونه کردن Why haven't you brush your hair? چرا موها تو هنوز شونه نکردی؟ پیرانه تو بذار تو شلوارت میشه Talking your shirt Talking Talking your shirt از پشتت بیرون اومده It's out at the back It's out at the back پس سرهمش کنیم Talking your shirt It's out at the back It's out at the back یعنی بیرون اومده از پشتت بیرون اومده Uh, زیپتو ببند close your zipper close your zipper حالا زیپ شلوار زیپ کاپشن هر چیزی it's cold close your zipper هوا سرده زیپ کاپشن تو ببند uh, زیپت باز your zipper is open راحته و دکمه های پیرهن تو ببند میشه button up نمیگم button 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 up your shirt دکمه های پیرهن تو ببند button up button up دکمه ها تو باز کن undo your buttons undo یعنی باز کردن برعکس دو دیگه do the buttons undo the buttons دکمه ها رو باز کن کفشات و واکس بزن polish your shoes polish your shoes و بند کفشت باز شده your shoelace is open یا your shoelace is undone Your shoelace is undone Open undone دو توم... یک معنی رو میده هر دوتاش لباست لک گرفته Your shirt is stained Your shirt is stained پس stain بچه ها میشه لک که اینجا به عنوان فعل اومده و اومده که حالت جمله مجهول شده پس میشه stained Your shirt is stained یعنی لباست لک گرفته حالا اگه بخوام بگم بذار لک لباس تو پاک کنم میگه let me clean the stain out let me clean the stain out clean out یعنی اینو تمیزش بکنم clean the stain out of your clothes مثلا از لباست of your shirt از پیراهنت of your t-shirt از تی شرتت میخوام بگم لباسام چروکیده شده all my clothes are wrinkled wrinkle پس wrinkle میشه همون چروک اوکی چروکیده یا آره همون چروک بهتره ولی رینکلد حالت فعلیه یعنی چروکیده شدن All my clothes are wrinkled همه یه چروک شده دندونم درد میکنه دندونم درد میکنه I have a toothache I have a toothache یکی از دندونم باید پر کنم I need to have a tooth field I need to have a tooth filled filled یعنی پر شده I need to من باید برم یک دندونامو پر کنه uh, I need to have a tooth filled حالا نمیگه کدوم دندون م? یه موقع اشاره میکنه میگه I need to have this this tooth filled این دندونامو و دندون کشیدن میشه پول پول اوت یا پول پس میشه I need to have my tooth pulled یعنی باید دندونم رو یکی بره یکی برام بکشه I need to have my tooth pulled خب این 69 تا جمله خیلی کاربردی بود امیدوارم لذت برده باشین بچه ها. لطفا نظرتون در مورد این جور ویدیوها واسه هم بنویسید و توی کامنت بنویسید اگه واقعا دوست دارین بازم از این ویدیوها درست کنم براتون و جملات بیشتر و کاملتری رو براتون بنویسم اگه جمله مد نظرتون هست که پر کاربرد هست بنویسین که توی جمله توی ویدیوی بعد اونا رو هم استفاده بکنیم و بقیه دوستان هم یاد بگیرن و لذتشو ببرم خیلی دوستتون دارم ممنونم که توی این ویدیو با من همراه بودین لطفا حمایت کنید ویدیو رو لایک کنید با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید دوستتون دارم تا آموزش بعدی خدا نگهدار